28مین روز خرداد ماه برابر با 18 جوان سال 1176 خورشیدی برابر با 1797 میلادی. سرانجام آقا محمد خان قاجار فرزند بزرگ محمد حسن خان قاجار قوانلو از اهالی استراباد گرگان در مازندران که در جنگ مابین قبیلش و خان افشار اسیر شده بود و پس از کشتن لطفعلی خان زند حکومت مرکزی مقتدر قاجار را بنیان نهاده بود، در لشکرکشی که به قفقاز و گرجستان کرد به دست صادق نهاوندی و دو تن از همدستانش به قتل رسید و از آنجا که در آن زمان پیکر بزرگان را در عتبات عالیات به خاک می سپردند و ایرانیز به نجف اشرف بردند و در جوار آرامگاه امام اول شیعیان به خاک سپردند. سال 1288 خورشیدی برابر با 1309 میلادی سردار اسعد برای نجات مشروطیت با بیش از 1000 سوار بختیاری و یک قبض توپ از اصفهان به سوی تهران حرکت کرد و در علی شاه عوض شهریار کنونی به داوطلبان گیلان و مازندران پیوست و سپس تهران را مورد حمله نظامی قرار دادند و در داخل شهر واحدهای قزاق را شکست داده پس از پناهنده شدن محمد علی شاه به ساختمان تابستانی سفارت روسیه پسر خورد سالش را بر جای او نشاندند. سال 1315 خورشیدی برابر با 1936 میلادی در گذشت الکسی ماکسیمویچ پشکوف معروف به ماکسیم گورکی ادیب و نویسنده روسیه که به دلیل تنگ دستی، فقر و بی‌بهره بودن از محبت والدین و ناکامی در زندگی، نام ماکسیم گورکی به معنی تلخ را به عنوان نام ادبی و مستعارش برگزیده بود. گورکی در آثارش با دقت به وضع زندگی مردم عادی نگاه می‌کرد و برای حل مشکلات اجتماع در جستجوی راه‌های نتیجه بخش برمی‌آمد. از این رو وی را بنیانگذار ادبیات رئالیستی سوسیالیستی یا واقع‌بینی اجتماعی می‌خوانند. از گورکی آثار متعددی چون شرح زندگانی وی در 3 جلد، کودکی، مادر و میراث به جا مانده است. ماکسیم گورکی سرانجام در 68 سالگی درگذشت. سال 1359 خورشیدی برابر با 1980 میلادی در گذشت حسن مشهون موسیقی شناس و نویسنده ایرانی که در محله ارگ تهران دیده به جهان گشود و پس از اتمام تحصیلات متوسطش در دبیرستان دارالفنون به دانشسرای عالی رفته، در رشته تاریخ و جغرافیا با رتبه اول موفق به دریافت مدرک لیسانس شد. مشهون پس از اتمام تحصیلاتش به خدمت دولت درآمد و به عنوان اولین پست به ریاست مدرسه آمریکایی‌های شیراز منصوب شد. کمی بعد او را راهی مشهد، همدان و سرآخر تهران نمودند تا برای مدتی در دبیرستان‌های البرز و دارالفنون به تدریس مشغول شود. اما دوران تدریس مشهون دیری نپایید، چرا که به زودی به سمت‌هایی چون مدیر کل فرهنگ استان مازندران، ریاست اداره محاکمات وزارت فرهنگ و مدیریت کل باستانشناسی منصوب شد. ولی از آنجایی که حسن مشهون دلبستگی خاصی به تدریس و آموزش جوانان داشت، پس از بازنشستگی برای مدت 2 سال در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به تدریس تاریخ موسیقی پرداخت.